مثلا ما یونین برو بپا نگران نباش میخوای تو نگیری من بگیرم آه خدا میگیرم عزیز قربانی میگم یه پشت این ترک تو نشسته بوده رو موتور بعد آره. گفته اینقدر ترسیده بود و داد زده که تمام گامای بلند و اینا همه گفت زدن که مسلط شده به همش آخه آدل جان ببینید حالا موتور سوارا اینو میدونن دیگه مثلا بچهای پیک موتوری شما با هم خیلی حال میکنید تو خیابونا با هم مسابقه هم گاهی میدید خب اینو خوب میدونم این موتور همیشه ترمزش از ماشین ضعیف‌تره بعد گاز و سرعتش و شتابش بیشتره خب یک جورایی یعنی همیشه آدم اینو اشتباه میکنه اگه پشت ماشینی بری یه لحظه حواست پرت اون بزن رو ترمز تو نمیتونی وایستی برای همین بعد همیشه لای ماشینا بری که اون اتفاق واسط نیفته و میدان عمل هم دست تو باشه دیگه یعنی یه جوری بری که کسی نهید بهت بزنه این هم به فلسفه های درستیه کسی بهت نرسه بهت بزنه چون یواش بری ممکنه که بیاد مثلا دستش خط بخوره یا حواسش بخوره تو برای همین بعد بری یه جوری کسی نشه بعد برای همین علیزاده تفلک یک کوچولو هول کرده بود اینا توقع داشت که مثلا ماشینا به اون برسن بغل اون رد من برام هیجان خیلی هیجان عالی و فوق العاده من یه بار داشتم میرفتم استادیوم آزادی بعد دیر شده بود با یکی از دوستام داشتم میرفتم بعد یه موتور اصلا حواسن این موتور اینا میگم موتور چیه نمیدونم خیلی خفن بود آره بعد پسر گفتم آقا من دیرم شده یکی ترکش بود گفتم چون ترکی گفتم بیا بشین تو ماشین من بشه منو ببر گفت ببین من تون میرم آقا گفتم باشه باش مشکلی نیست بعد این باورت نمیشه به خدا قسم این قشنگ میپرید یعنی یه سری جا قشنگ رو هوا میرفت اصلا یه چیز عجیب غریبی بود آخه ترک همی که آدم بعد گفتم ببین من میخوام برسم به بازی بعد میذارم برسم خیلی اصلا خیلی خوب خیلی هیجان داشت خب بابام خیلی تون رانندگی میکرد ما از بچگی تو ماشین اون عادت کردیم همیشه هم به شوخی میگم من یه جوری سری پیش یه جوری بعد بپیچی که نمره عقبتو بخونی خودت آقا شما چیز کن بچسب هم فوتبال آره. چیکار ته تهش خطا میکنن رو دیگه آره. ته تهش با تو نگران سینوس تا نمیدونم این سوسول بازی این برام نمیدونم فلان آره. میشه و اینا بعد ما اصلا با سرعت 300 کیلومتر آخه دیگه اونو دیگه دیگه فصل سینوس فقط نیست یه دفعه جمع میشی تمام میشه راحت میشه